صبح مقبولتان بخیر باشه ادامه برنامه صبح زندگی هست مهمان خانه هایتان هستیم برای همه هموطنان عزیزم آرزوی صحت و سلامتی دارم و کسایی که در بستر بیماری هستم برای شما شفای عاجل از خداوند متعال خواهان هستم مهماندار هستم رحیم جان رحیمی آگاه امور اجتماعی همراهی من هستند که اینا هم نویسنده هستند شاعر هم هستند هستن. و می نظرات همچنان در ارتباط به موضوعی که امروز انتخاب کردیم تربیت سالم کودکان و اینکه چگونه کودکان شادی داشته باشیم صحبت های ارزشمندشان را همراه شما ایزان شریک بسازیم آقای رحیمی را خوش آمدید میگم به صحب زندگی صحبتان بخیر باشه ای جوان چشم گوش خود را باز کن زندگی را با هدف آغاز کن کار پاکان و نیاکان پیشگیر کار پاکان و نیاکان پیشگیر پند از یاران نیک اندیش گیر سلام خدمت شما خدمت تمامی دستن در کاران رسانه های آزاد افغانستان و همچنان یک سلام ویژه تقدیم به تمام بیننده های رسانه زیبای آریانا زنده و سلامت باشین تشکر چقدر زیبا آغاز کردین گپ هایتان را با گپ خیلی زیبا با اینکه گپتان انگیزه داشت بر ما هدف بر ما نشان میداد انگیزه را بر ما بیان میکرد و خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز با خود داریم هم شاعر هستین هم نویسنده هستین و در دنیای شعر و شاعری هم دیگه همچنان لحظات و مطمئن هستم تا حدی شاد خوبم سپری کرده باشین بدم سپری کرده باشین و این دنیایی هست که خوبی ها و بدی های خودش داره خوشی ها و غم های خودش داره و اگر چی میگم و گفته اگر تا خوشی و غم را تجربه نکرده باشی شاید نتونی یک شاعر خوب باشی نتونی یک نویسنده خوب باشی بین از شروع کار نویسندگی تان بر ما کمی بگوین از چه مدتی شما رو آوردین به نویسندگی و از ما بگوین دقیقا واقعا بسیار سوال زیبایی را شما اشاره کردین خب این لطف خداوند است که شاید آل احوال ما ساخته همچو موضوعاتی را که ما خواستیم در زندگی البته یک چیز را می خواهیم برای دوستا یادآور بشم تا چیزهایی را که ما در زندگی نخواهیم هرگز او چیزها به دنبال ما نمیاد بله. فقط ما انسان ها هستیم که به دنبال هدفی که داریم حرکت میکنیم و مسیر را برای امو هارزوا و خواسته های خود در زندگی مشخص میسازیم پس اینجا هم الله عزوجل فرموده که ما هیچ قومی را تغییر نمیتیم و بالا هیچ قومی تغییرات نمی آوریم. تا آن قوم در وجود خودش و خود تغییرات نیاورد پس بله قسمی که شما اشاره کردین شاعری و نویسندگی واقعا اگر سرش بحث بکنیم یک موضوع بسیار اساسی است که البته از برگرفته از دنیای تخیل و احساسات البته از امو افکار و پدیده های واقعی در زندگی شخص الهام میگیره تا تو میتونه که این شخص شاعر میشه و یا نویسنده میشه بردهباری های زیادی را متحمل می شده باشه در زندگی <applause> چالش های زیادی را میدیده باشه یعنی اگر به اصطلاح عام صحبت بکنیم بله. از کوره های نهنجوری های زندگی برآمده می باشه این شخص <applause> یک تجربه کافی می داشته باشه با یک دنیای از عالم تجارب می آید و وارد صحنه شاعری و همچنان نویسندگی میشه شه <applause> واقعا بسیار مورد اساسی است امروز شاعرای عزیز ماستن هستند نویسندای عزیز ما هستند که حقیقت را از بدن جامعه و برای مردم ما تبارس می دن اینا کسانی هستند که واقعا می برای اشخاص و افراد جامعه تا اونا در زندگیشان چگونه پدیده هایی را برای پیشرفت و دا داشتن هدف در زندگی همچنان احساسات خیالات و اندیشه ها اینا چگونه با اونا سر کار داشته باشند و چگونه همچو موضوعات را به پیش ببرند بله دقیقا چالش هایی در زندگی وجود داشته از نویسندگی و از داستان نویسی با بسیار مشکلات و نانجوری هایی رو برو شدیم در زندگی تا به این نقطه اساس رسیدیم خب خداوند خدا باز هم سپاسگزار هستیم که این موضوعات را شاید آل احوال ما ساخته پس زندگی مملو از چالش ها و نوانجاری ها و بردبوری هاست پس نمیتوان که زندگی راحت بود و نمیتوان امه. که مثلا از همه امکانات در ابتدا انسان برخوردار, برخوردار بود برخوردار پس معنی زندگی چی شد بسیار نهنجوری ها و بسیار چالش ها در زندگی انسان ها وجود داره امه. پس امی چالش ها و امی نهنجوری هاست که انسان ها را می سازه ما را می سازه بریان در کتاب مدیریت بحران چنین نوشته میگوید که چالش ها برای آن نیامده تا برای ما شکست را بیاموزه بلکه برای ما پیروزی و پیشرفت را میاموزه برای آن آمده که ما را در برابر مشکلات ها و چالش های زندگی و ناهنجاری های زندگی قوی و بسازه تا بتونیم که ما مبارزه عالی داشته باشیم دقیقا شما با همون قلم که بدستارین می نویسین خوبی ها و بدی ها را مشکلات را و خوشی ها را همه می نویسین با همون قلم که داریم و این فکر را نمی کنم فقط با یک نوشتن حل شود بلکه خودتان را شاد از درون تا حدی آمدین ناراحت ساختین یا تا حدی آمدین خوش ساختین تا او کتاب شما نوشتین از تالیفایتان بگوین چند تالیف دارین شما خب تلیف ها در حدود فیلن سی کتاب است کتاب نقش و فرد در زندگی همچنان در سوگ مادر دنیای تخیل و عشق مشکلات قابل تصور علیه جامعه که کتاب جدیدی که نو روی کار گرفتیمش چارمین تالیف تانی هست که نو روی کار گرفته شده و انشالله به همکاری پربردگار و با, با تشویق شما عزیزا و متباقی افراد جامعه کشور ما انشالله این کتاب ها را هم میخواییم در بازار انخریب هرزه بکنیم اه اه و تا باشه که مردم عزیز ما یک کلمه ای را از او بیاموزه پس بر ما همان کافی است دقیقا چیزی را ما بتانیم به دیگران اهدا کنیم هدیه بتیم و اونا بتانن ایک چیزی را یاد بگیرن واقعا جای خوشحالی است بر ما از محتویات کتاب هایتان بر ما بگوییم. محتویات کتاب را قسمی که از نامشان هواییده است نام کتاب نقش و فرد در زندگی واقعا کتابی است که امزیستی مسالمت انسان ها را در روی کره خاکی به تبارس کشانیده شده از این کتاب یعنی یک فرد چگونه در زندگی باید با امنوان خیش برخورد بکنه زندگی را از کجا آغاز بکنه چگونه با مشکلات و ناانجوری های زندگی بسازه و چگونه بدانه که یک فرد عالی و مسمر برای خانواده جامعه و کشورش واقع شود بدونشد. پس کتاب نقش فرد در زندگی واقعا کتابی است که اما سوژه ها و انگیزه های باقی یک فرد را از بدن جامعه بیان می داره. و کتاب دومی که گفتیم در سوگ مادر امه. واقعا کتابی است که اما حواطف احساسات و محبتی را که خودم نسبت به مادر جان داشتیم البته در او کتاب بیان شده نقش مادر محوری و فرزند محوری به تبارس کشونیده شده احا. یعنی حالی. یک مادر چگونه بالا یک با سر خود زحمت میکشه و چگونه زحمات متحمل میشه پس اینجا نقش خود پسر چیز در مقابل احا. مادرانشان پس برگرفته از داستان واقعی زندگی خودم از در سوگ مادر او پاو ترتیب مادر جان زنده هستن حیات هستن متاسفانه مادر جان خودن با تمامی مسلمین مردگان مسلمان خودن مغفرت داشته باشه اونا حیات نیستن و کتاب در سوگ مادر همچنان بنابرا از همو ایلت جور این شده این دقیقا کمون داستان واقعی ما و مادره مادر به تبارست کشم خداوند هیچ مادری را اثر فرزندش کم نسازه واقعا غم خیلی بزرگی است انشالله که غم آخرتان باشه و با کتاب بعدی تان عشق و تخیلات چی بود؟ دنیای تخیل عشق دنیای تخیل عشق است یا بعضی اما او از دوران عشق عاشقی بوده یا تا آمده خواستیم <applause> خب عشق عاشقی مسئله است که واقعاً هر جوان امروز این موضوعات به طور خودآگاه و ناخودآگاه دامن میزنه و زمانی که بله دقیقاً به سن بلوغت میرسه حتما حق انتخاب را داره امه. پس امی یک چیزی که خوش ما میایه امی هم به عنوان عاشقی است پس ما مشتاق از او هستیم ما گرویدی یک چیز میشیم ما عاشق از او چیز هستیم پس دقیقا هر فرد در زندگی عشق عاشقی داره و می داشته باشه کتاب دنیای تخیل عشق بله بعضی موضوعات و شعر و چیزایش که است احساسات عواطف خودم بوده که الهام گرفته از امو افکار وجود ذهن خودم است که او به تبارز شده بعضی شیرهایش و دیگر هم از امو طبیعت و امو خلقت پروردگار امو ام 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 بعضی موضوعات اجتماعی است که خوب. بعضی شیرهای تنزیه تا در او گنجانیده شده خیلی خوب و آخرین تعلیفتان هم کمی از او میگین یا نمیخواین که در مورد از او تعلیف روی دست گرفتیم دقیقا خب چیز نو است فعلا نو روی کار گرفته شده انشالله که در بردامه بعدی رویش صحبت انشالله. میکنیم و کتاب ها را هم با خود میداشته باشیم تعلیف هایتان به رسیده؟ در سوگ مادر به چاب رسیده و متباقیش نخیر با فروش رسیده آمده کسی استقبال داشته خریداری صورت گرفته نگرفته خب در افغانستان واقعیت مشکلات ها در هر عرصه وجود داره هما ماستیم که میسازیم خود را ماستیم که امی مشکلات ها را از سر رای خود دور میکنیم و مسیر برای رسیدن به هدف خود مشخص میسازیم و هر نوع آلودگی ها را برای رسیدن به اهدافمون پاک میسازیم ما اگر واضی برای صحبت بکنم در سوگ مادر از بودجه شخصی خود ما اورا چاپ, او را چاپ کردم به نشر رساندم و بالای آنها ادا کسایی که به واقعیت امو مشتاق امو کتاب هستند به اکثریت چون توفه با و با به اکثریت اما ام به طور اما مادی تا برشان به فروش ما رساندیم یک تیم داریم دیگه او تیم که ما همکار هم هستن دیگه بنابر از او علت مشکلات ها وجود داره هم بازم خداوند خود از سپاسگزار هستیم و ما می جوان هستیم که انگیزه و چشم امید مردم هستیم و می بله این نباید بگیم که ما باید تنبیل شمیم ما با خود ما خود را تنبیل میکنیم خودمو خود را میسازیم حالا با من آگاه امور اجتماعی با این همه تعریف هایی که شما داشتین و کار جدیدی که روی دست گرفتین بین کمی از دنیای کودکانه برای ما بگوین در سوگ مادر شما گفتین مهر, مهر مادری را خواستم بیان کنم و یک فرزند در مقابل مادرش با چگونه گرفتاری داشته باشه و چگونه یاد و مادرش همیشه زنده نگه داره وقتی که از این دنیا رفت بین از دوران تفولیت و از دورانی که یک مادر همراه فرزندش چگونه رفتار میکنه و چگونه فرزند خودش را شاد نگه داره کمی نظراتون همراه ما شریک بسازید دقیقاً بسیار زیبا گفتین ببینین دوران کودکی یک دوران خاصی است ببخشید کودک بودن واقعا یک دنیای دیگه است یک زندگی دیگه است <applause> ای کاش میشد ای کاش میشد اگر چیزی برای خرید می بود در دنیا یک عمر اگر پول هم نمیداشتم کار میکردم و تمام های خود را برای مادر جانم خنده هایش و برای خودم زندگی کودکانه را می خریدم اما متاسفانه با واقعیت چیز دیگه است خب اینجا نقطه اساس دیگه را که شما اشاره کردین از روابط مادر با کودکان قسمی که گفتیم کودک در دنیای خودش زندگی میکنه این دنیای کودکانه را بعضی مادرها از کودک هایشون میگیرن پس اینجاست یا بر اساس افکاری که وجود داره ای دنیای کودکانیشان ازشان گرفته میشه و یا هم به اساس یک سلسله عقاید در چند بود میتونه که ای را ما تقسیم بندی بکنیم و در چند بود میتونه که ای باشه ای عامل و بعضی از اساس عقاید و انگیزه ها و بعضی مسائل های فرهنگی امو دنیای کودکانه را دروازه ورودشه برای کودکانشان میبندند که در حقیقت کار اشتباهی است کودک باید در دنیای خودش و در دنیای کودکانه خودش آزاد زندگی بکنه برای کودکان باید اجازه داده شود تا اونا بتوانند از دنیای کودکی خود لذت ببرند درست است یک مادر کوشش می تا حدی که برای فرزندش برای کودکش آسیبی نرسه مهم. اما پس چیزی باست که امی سنجشی را که مادر کرده امی کوشش و تلاشی را که مادر مهم. میکنه که برای کودکش آسیبی نرسه پس یه فکری منطقی هم فکر بکنه که این حساب از این کودک هم باید ترمل باشه رویاهایش خیالاتش آرزوهای کودکانیش نباید ازش گرفته شود پس اینجاست که کودکان نونهالان و یا بر اصطلاح آمگر صحبت بکنیم امون نهالای نورس این جامعه و کشور هستند و واقعیتش بدون از این حتی زندگی را ما می توانیم دشوار بشماریم پس ببینید شما حس مادر شدن حس مادر بودن و حس فرزند داشتن چقدر زیباست مهم. چقدر زیباست و چقدر زیباتر است پس اینجاست امون مادرها که کودک هایشان را بگو مگوها در خانواده این چیزهای از نهنجوری ها در خانواده گفتگوهای خانم و شوهر در مقابل کودکانشان چیزهایی است که کودک نمیگذارد در دنیای کودکانیش زندگی بکنه بر علاوه از او بالای افکار کودک یک تاثیرات منفی را ایجاد میکنه هم. تا که این کودک بس سن بلوغت و بزرگی میرسه یک فرد بی بند نخواسته در جامعه ای به بار میاد پس بله. سرچشمه از امو خانواده گرفته شده گهواره است آغوش مادر برای پرورش فرزندانشان هم. که واقعا تربیتش از امونجا آغاز میشه بدلشت. از خانواده آغاز میشه از آغوش مادر آغاز میشه پس نباید که ما او آغوش بالای کودک زندان و یا جهنمی از افکار منفی بسازیم نباید نگو بگوهای در زندگی وجود داشته باشه که ما زندگی را بالای خود قید بسازیم بالای فرزندان خود کودکان خود قید بسازیم پس ما چگونه میتونیم که یک فرزند سالم و یا فرزند روشن فکر گویند که مادران روشن فکر فرزندان سالم سالم میپرورند پس ما چگونه میتونیم اگر توجه نکنیم برای تربیت فرزندان خود که یک فرزند سالم و مسمر و روشن فکر برای این جامعه عزیز خود ما تقدیم بدهیم واقعا صحبت خیلی عالی داشتین آقای رحیمی تشکر دکلمه میخواین بر ما داشته باشین درست است می میرون یک دکلمه زیبا از شما بشنویم و بیشتر لحظات صبح ما خوشتر سفری شود در وصف چی است این شعرتان؟ خب شعر متاسفانه که از کتابی خود با نزد خود آها. ندارم شعر از شاعر دیگری است که میخوایم او را برتان بعد کلمه بگیرم دلا نزد کسی بینشین دلا نزد کسی بینشین که او از دل خبر دارد بزیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد در این بازار اتاران در این بازار اتاران مرا و هر سو چوبی کاران به دوکان کسی بینشین که در دوکان شکر دارد ترازو گر نداری پس تو رازو رحزند هر کس یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد تو را بر در نشاند او بتراری که می آید تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین که هر دیگی که می جوشد درونش چیز دیگر دارد نه هر کلکی شکر دارد چی میگه؟ نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد بناله بلبل دستان از ایرا ای مستان بنال ای بلبل دستان از ایرا ناله مستان میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد بح بح. چقدر مقبول چقدر با احساس شما دکلم کردیم برای ما از صفات اجتماعی از کدام زیادتر استفاده میکنه رای میسید واقعی اگر بگوییم متاسفانه که از دنیای صفات اجتماعی یک اندک محروم <applause> حال... چون که حالا ما اکثر جوان ها کسایی که چون این های مقبول باشه لفظین میکنن دوباره او را به عنوان ویدیو جور میکنن حتی در تیک تاک های خود نشر میکنن بس. شما چرا استفاده نمیکنین؟ سوال خیلی زیبا دکلمه میکنین شما آه، دقیقا آه، سوال است که ما در قدم نخست حتی تحسین میگم برای استعداد خودتان و جا دارد که اعتراف بکنم هم سوال است که تمامی مردم هست ما همی سوال را میپرسند اما اگر بگوییم که حلاقمندی هم نیست حلاقمندی هم بیشتر وجود داره یک سلسله مصروفیت های است در عرصه کتاب نویسی و در هر یک کانون فرهنگی را که ما تازه ایجاد کردیم و روی زی می خواهیم روی طرح کانون ما همراه با جوانان و ما یک جا کار بکنیم یک سلسله مصروفیت هایی است که اجازه نمیته به واقعیت که ما به درب صفحات اجتماعی سر بزنیم و صفحات اجتماعی رو دنبال بکنیم و صفحه فیسبوک تا داشته باشیم متاسفانه که از دنیا محروم است انشالله که در آینده دیگه چون این کار صورت بگیره و حداقل از صدای شما دیگر جوان ها مستفید بیان بیاین تیک های مقبول بر خودشان تیار کنند تشکر از حضورتون آقای رحیمی وقت خوش میخوایم و همچنان جهان سپاس از شما هموطنان عزیزم که در کنار صبح زندگی هستین بخشای بعدی ما را همچنان بیننده باشین صبح زندگی را با ما نادری با رستم که میای بخیر تنها نگذارین زود بر میگنیم وقت بسیار کوتاه سپاس گذار استم از بیننده برنامه های ما هستید اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلک نمایید اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلک نمایید و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلک نمایید